دو گروپ بازداشت شدن، شامل 11 نفر هستن. اینا شما میبینیم که در اینجا حضور هستن. دو گروپ که دستگیر شده، یک نفر اختطاف شونده به اسمی سید محمد که قبلا اختطاف شده بوده و اختطافگرا $500,000 در رهایی اینا مطالبه کرده بودن، اینا بدون اکرام پرداخت پول از چنگ اختطافگرا رها شدند. و گروپ دومی از اینا عاملین اختطافهای گذشته هستند که اینا 3 نفر در گذشته اختطاف کرده بودند در اون وقت و اینا عاملینش که تحت کار اداره محترم امنیت ملی بود اینا بازداشت شدند. تا هفته گذشته 13 عملیات علیه گروه های اختطافگر از طرف امنیت ملی انجام شده که اینا نتایج این عملیات ها دستگیری 11 نفر بود. عمدترین کسایی که در این گروه دستگیر شده و من حیث سرگروه بندای اختطافگر معرفی میشه غلام سرور، ملهم، سید جمال الدین مشهور به آقای خیر و خیریه و رئیس عبدالله هستند که این کسایی بودند که در اختطاف ها نقش های بسیار کلیدی داشتند. ما بازم از تلاش های رئیس امنیت ملی، تیمشان و همکارشان که تانستن این گروه های جانی دستگیر کردن ازار تشکر میکنم. پلیس این گروه در پای دیگر هم در سطح دست داشته افغان یا در جرم دیگر؟ بله، من پیشتر به شما ذکر کردم که تو فعلا 3 نفر دیگری که اینا قبلا اختطاف کرده بودن اعتراف دارن. پروسه تحقیق دوام داره، طبعا انکشافات هم داره. جناب والی صاحب، 3 مقام ارشد به نوع از کارشون برکنار شدن. در گذشته هم در برف موارد ازدعا میکنن سراخ ها که به نوع برخی از مقام های امنیتی و استخباراتی دست دارن در اختطاف ها. چقدر این موضوع بررسی میکنیم و چی اطمینان به سرمایه گذاران و صنعتکار میدید که اختطاف از اینا قربانی میگیره؟ هم اکنون یک فرزند، یک سراخ، یک زرگر در نزد آدم ربای ماست. خب شما ببینید اقدامات که اقدامات سریع شده. یک هفته گذشته 13 عملیات شده و کسایی که برطرف شده غفلت وظیفه‌ای داشتن و اگر کسایی که مظنون باشن در اختطاف ها، هر کسی که در صفه باشه ما برخورد را امروشان میکنیم مثل که بایی گروه شده. چند مورد اختطاف که هم وجود داره، یعنی در نزد آدم ربایان هستن و ما گزارش میدم 2 نفر هستن، یک پسر صراف، یک هم زرگر رحمانی میگن. دقیقاً از سال تا حالا چند نفر رها شده؟ فعلاً در قید رئیس امنیت ملی اینجا هستن 3 نفر هستن و کار دوام داره به خاطر رهایی اون. خب در مورد اختطافگرا عملیات ها بیشتر شده، اقدامات بیشتر شده و اقدامات به منظور جلوگیری از اختطاف های آینده گرفته شده و شما شاهد هستین که دستگیری این گروهی که 2 گروه جانی که دستگیر شده اقدام نشون میده. ما به شهروندان اطمینان میدیم که نیروهای دفاعی و امنیتی شب و روز تلاش میکنند به خاطر تامین امنیت بیشتر و هم مبارزه سریع علیه گروه های اختطافگر که مشکلات ایجاد کردند. در مورد وضعیت در غوریان شب حمله داشتن سر ولسوالی، 4 نفر تلفات داره دشمن، نیروهای کمکی در مسیر است به خاطر تصفیه کامل در ولسوالی غوریان. بله، ما در تاریخ 17 توسط 5 مرد مسلح اختطاف شدیم. 27 شب در اختیار اینها قرار داشتیم. این مسئله صحبت یقیناً ما در هفته برج قبلی بود ظاهرا از صاحب میدان هوایی محله کوثر در حالی که استراحت بودیم ساعت فکس 12 ظهر ما اختطاف شدیم و بعد با اقوام و بستگان و فامیل ما اینا تماس گرفتن که ما
شما 5 لک دلار برای رهایی این میشد خواه. جالب این بود که اختطافگرا معلومات بسیار دقیق از وضعیت زندگی ما، وضعیت جسمی و روحی ما، نوع بیماری ما، کهولت سن ما هم داشت. و این بیانگر از این مطلب که کسانی که گزارش داده بود اونها از خود شهر هرات هم، از نزدیکان هم، از همسایگان هم. اما ما امروز دست برای هیچ کسی نمیگذارم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وكفى والصلاة على خير وعلى آله وأصحابه وجمع الاشتداء والاستداء عالم بعالم مقابلة دیگه بفرمایید هر سوال میکنید از من جواب بدید. فقط اول نام خور بریم بگو که ما بشناسیم. نام ما حدودی تیبی نقصد دونه فدا محمد. خب یک درست همین جزئیات بریم بگو که موضوع از چه قرار بود اختطاف کردی. جزئیات لال ما خودم درس در 15 سالگی بخوندم. متاسفانه جریان اختطاف میگم موضوع افغانستان سر یک من نیست هم همیشی پرسی هم خوبیه ندارم اجاقا را خود ما نشناختیم که یک علمی بود خو خیر دیگه نصیب بود قسمت بود در ازل بازی نوشته بود که ما ایرا باید پدر محمد صاحب ایرا باید بالا کنه ببر دیگه ایرا ما ببردیم خو نیتم الله عالم است که با مینیتی را بردم تا علمی کار نکرده بودیم چون که ما بدبخت شدیم در جنگ ها بدبختی خیلی بکشیدیم که یک اقدر زحمت بکشیدم درس بخوندم از امی اجاقا اگر پولم بگیریم یک مدرسه بس ازم بازو هم خیره با ما هم خیره والا اگر به هیچ نکده الله عالم هم ولی اینجا اگر یک عالم است خیمه رو بروشه و در میدان که ما خیزو هم مناظره هم بکنم. کی برای تو گفته بود که اول بالا خونه بوده؟ خب میگه یک بدبختی بگرد که وام در ازل بازو نوشته شده بود. خب غلام سرور. چی میفهمم که کجای او بند خودم؟